بینندگان عزیز، درود فراوان بر شما. خیلی خوشبخت هستم که باز در خدمت شما هستیم و مهمان عزیز ما امروز آقای دکتر عرفان ثابتی هستن. آقای دکتر ثابتی، خیلی سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو قبول کردید و به برنامه امروز ما ملحق شدید. خیلی خوش آمدید. آقای دکتر ثابتی، تحصیلاتشون در جامعه شناسی هست و تخصص ایشون در جامعه شناسی دین هست و ترجمه های فراوانی از ایشون به زبان فارسی وجود داره و همینطور ایشون نویسنده پرکاری هستند و مقالات زیادی در رسانه های مختلف نوشتن در موازی مختلف اجتماعی. و موضوع صحبت امروز آیین بهائی و آفرینش واقعیتی جدید هست. میخواستم از شما خواهش بکنم که توضیح بدید منظور شما از این واقعیت جدید یا واقعیت، شاید منظور شما، حالا واقعیت میتونه مفاهیم مختلف داشته باشه، اگر اون بعد اجتماعیش در نظر شما هست یا بعد دیگری، منظورتون چه هست؟ برای بینندگان توضیح بفرمایید. خیلی ممنون. در سال 1967 دو جامعه شناسی که در اون زمان البته جوان بودند و چندان نامآور نبودند، به نام های پیتر برگر و تامس لاکمن، کتابی نوشتن که به فارسی هم ترجمه شده به اسم ساخت یا ساختار اجتماعی واقعیت، که تو این کتاب آمدن این دو جامعه شناس این نظریه رو مطرح کردند که واقعیت به صورت اجتماعی ساخته میشه، یعنی نمادها، نهادها، شعائر و هنجارها در یک توسط مثلا در یک نسل ساخته میشن. در نسل اول یه جور مقاومت وجود داره نسبت به پذیرش این هنجارها و باورها و نهادها و نمادهایی که به طور تازه خلق شده، اما هرچه نسل ها میگذره بر اثر خواه تربیت، خواه مخصوصا نقش رسانه ها اینجا خیلی مهم هست، این واقعیتی که ساخته شده بوده، منظور از واقعیت اینجا یه امر اجتماعی، یعنی همین نهادها، نمادها، هنجارها، چنان تثبیت میشه که نسل های بعدی به تدریج اینو به عنوان یه واقعیتی که بدیهیه حتی میپذیرن. این حرفی که اینا زدن خیلی، یعنی جنبه اجتماعی واقعیت، نه جنبه انتزاعی واقعیت که معمولا میشه از اون به حقیقت نام برد و اشاره کرد، خیلی مورد توجه واقع شد. و یک فیلسوف علم دیگری که او هم آثارش در اینا ترجمه شده به اسم تامس کون، آمد یک کتابی نوشت به اسم ساختار انقلاب‌های علمی و نشون داد که حتی جابجایی پارادایم های علمی یا اون چارچوب های علمی، مثلا از فیزیک بطلمیوسی به فیزیک نیوتونی و از فیزیک نیوتونی به فیزیک آینشتاینی، صرفا یه امر نظری نیست که اگر یک جامعه شناسی، یک فیزیکدانی مثلا، یعنی نیوتون، آینشتاین مثلا آمد در فیزیک نیوتونی انقلابی ایجاد کرد، این صرفاً حاصل خلاقیت صرف ذهنی او نبود، بلکه او وقتی این نظریه رو مطرح کرد، اولاً فیزیک نیوتونی با یک بحران‌هایی روبرو شده بود که که فیزیکدانان نمیتونستند همه مسائل رو در چارچوب فیزیک نیوتونی حل کنند. بنابراین پس ابتدا یه بحرانی وجود داشت که این نظریه جدید مطرح شد، پس وجود بحران پیش شرط هست. اما باز هم وقتی این نظریه ابتدا آینشتاین مطرح کرد، اکثر فیزیکدان ها حتی، نه که بسیاری، اکثرا مخالف او بودند و معمولا اینها هم فیزیکدانان با سابقه بودند که سالها به قول معروف سرمایه فرهنگی اندوخته بودند در چارچوب پارادایم نیوتونی و اینها به راحتی حاضر نمی شدند که یک پارادایم جدید رو قبول بکنند. مقاومت شدیدی وجود داشت. و واقعیت این هست که همونطور که تامس کون میگه، پارادایم آینشتاینی وقتی به طور کامل جایگزین پارادایم نیوتونی شد که اون دانشمندان مردن اصلا، یعنی نسل دانشمندان وقتی که عوض شد، این چهارچوب جدید به طور کامل تثبیت شد و جا افتاد.
حالا ما میتونیم بگیم با استفاده از این دو نظریه که هر دین جدیدی هم در اصل در پی درافکندن یک طرح جدید یا یک واقعیت اجتماعی جدید هست، در اصل یک جور تغییر چارچوب و تغییر پارادایم هست. همون اتفاقی که میفته در چارچوب مثلا حیطه علم اینجا هم رخ میده، یعنی یه بحرانی دیده میشه که اون دین قبلی یا ادیان قبلی نمیتونن به بسیاری از آن همه مشکلات بشر پاسخ بدن، در نتیجه احساس میشه که یه بحران وجود داره. اما پاسخ دادن به این بحران هم کار راحتی نیست و فقط معمولا یک نظریه هست که میتونه به عنوان نظریه که بقا پیدا بکنه مطرح بشه، یعنی نظریات مختلفی مطرح میشه، یکی از اینها بقا پیدا میکنه، اما بقا پیدا کردنش هنوز فاصله داره با اینکه تا این به نظریه هژمونیک یا مسلط و غالب بدل بشه. و اتفاقا همونطور که فیزیکدانان سال خورده و مجرب البته و نامدار مقاومت میکردن در برابر پذیرش آراء آینشتاین یه پارادایم جدید، اینجا روحانیون دین قبلی هستند که مقاومت میکنن در برابر این پارادایم جدید دینی. به طور خلاصه میتونم بگم که کاری که آیین باهایی مثل حالا هر دین دیگه ای که در زمان ابتدای پیدایش خودش بوده میخواد بکنه همینه، میخواد به بحرانهایی که دین قبلی نمیتونه به اونها پاسخ بده پاسخ بده، در این حال بقا پیدا کرده نسبت به دیگر نظریات رقیب یا پارادایم‌های دینی رقیبی که ظاهر شدن که خواستن به بحران‌ها معنا بدن، اما هنوز به پارادایم دینی مسلط و غالب و هژمونیک بدل نشده و کاری که می‌خواد بکنه اینه که به اون مرحله در اصل برسه. خب ما یه اصطلاحی در فارسی داریم، اصطلاح شاید عامیانه است که میگیم در مثل مناقشه نیست. وقتی که یه مثلی رو بیان میکنیم مقایسه میکنیم همین رو با یک مسئله دیگری، منظور این نیستش که در از همه جهاد و ابعاد اینها با هم مشابه هستن، بلکه از اون نظر خاص. حالا در این زمینه هم که شما این مطلب رو مطرح کردید، لزومی نداره که اینجور باشه که وقتی یک نظریه جدیدی میاد، حالا چه در حیطه علم یا در حیطه های مسائل دیگه مربوط به مسائل اجتماعی و حتی در حیطه ادیان که عده‌ای حتما در اون نسل خاص یا در اون دوران باهاش مخالفت بکنند، کما اینکه چون ماهیت یا نحوه ترقی علم در بعضی زمینه‌ها فرق کرده، اون چه که در گذشته شاید دهه‌ها طول می‌کشید الان صحبت از یک و دو سال هست. وقتی که تئوری‌های خیلی عمیق در بعضی از زمینه‌ها به وجود میاد و اینها صحبت از تئوری‌های قبل می‌کنن، صحبت از 50 سال یا 100 سال قبل نیست، بلکه صحبت یکی دو سال قبل هست. در رشته‌ای که من خودم کار می‌کنم، مثلا در سمی‌کاندکتور الکترونیک، تئوری‌هایی که مثلا ما استفاده می‌کنیم برای بعضی از کارها که مربوط به نوع امواج بود در هوا، اینها الان از نقطه نظر کاربرد عوض شدن و ما از ویپر، از بخار در واقع استفاده می‌کنیم، چون اون طرحی رو که می‌خوایم روی به اصطلاح یک سیستم‌های به وجود بیاریم، اون طرح‌ها رو با اون اشعه ایکس که می‌کشن، قطر اون اشعه ایکس از اون طرحی که می‌خوان بکشن خیلی بزرگتره. بنابراین اینا از ریفرکشن نور، از انعکاس نور استفاده می‌کنن. این اصلا یک چیز کاملاً جدا جدیدی است که اصلا قبلاً تا یکی دو سال قبلش مثلا وجود نداشت. این هست. حالا منظورم این هستش که لزومی نداره که همه همیشه مخالفت بکنن، کما اینکه در ادیان هم به هر حال همه علما با دین جدید مخالفت نکردن، منتها یه طبقه شاید بیشتر این با این مسئله مخالفت داشتن. شما اشاره کردید به مسئله واقعیت، مثلا بیشتر اگر ممکنه در مورد این مسئله واقعیت که نه اون حقیقت، چون ما در زبان فارسی یا در حکمت فلسفه شرقی فرق قائل میشیم بین مسائل انتزاعی، درسته، و مسائل واقعی. اگه ممکنه بیشتر در این مورد توضیح بدید که وقایعی که ما در زندگی سر و کار داریم
اینها یه جنبه توافقی دارن برای ما، درسته؟ یعنی اگه می‌خواستم بگیم ممکنه بیشتر اینو این واقعیت‌ها رو معمولاً واقعیت‌های اجتماعی معمولاً در چارچوب گفتمان‌ها شکل می‌گیرن. گفتمان اون الگویی هست که بر تفکر و بر انواع گوناگون سخن، منظور اینجا سخن نوشتار رو هم در بر میگیره یا حتی هر گونه کنش رو اصلا در بر میگیره. خب ما گفتمانهایی داریم که گفتمانهای مسلط هستند و این گفتمانها نه تنها به اینکه ما چگونه به دنیا نگاه میکنیم، بلکه به اینکه چگونه در دنیا عمل میکنیم و چگونه به این واقعیت ها تداوم میبخشیم کمک میکنن. اگر مثلا شما در نظر بگیرید من در یک گفتمانی پرورش پیدا کرده باشم که گفتمان ملیگرایی افراطی هست، در این گفتمان من دنیا رو به چشم من یا ما، بهتر بگم ما، مثلا ما ایرانی در تضاد و در ستیز و در تقابل با هر آنچه غیر ایرانی یا همون ان ایرانی مثلا میبینم، به همون ترتیب عمل میکنم، یعنی بیگانه هراس هستم دیگران رو، غیر ایرانی ها. تازه این غیر ایرانی ها میتونه حتی کسانی رو که به زبان فارسی صحبت نمی کنن و از اقوام دیگری هستن هم در نظر بگیره، چون یک جور بیگان ستیزی درش هست و دنبال یک جور خلوص و نابگرایی مثلا آریایی هست، که اینا همه البته چون ایدئولوژیک توهمه، ولی همینه، بر ساخته است، یه چیزی ساخته شده به عنوان واقعیت، ترویج شده و در حالا در چارچوب این الگو افراد فکر می کنن، عمل می کنن و جا به جا کردن این گفتمان خیلی سخت هست اما شدنیه. یعنی این گفتمان در این حال مثل یه قفس آهنی نیست که به هیچ وجه نشه عوضش کرد و از اون قفس بیرون نیامد، اما کار بسیار سختی. کما که مثلا اگه نگاه بکنیم میبینیم که 100 سال پیش اینکه زنان حق، نه تنها حق رأی برابر با مردان داشته باشن، بلکه اصلا در همه عرصه‌های سیاسی کلا در سپهر عمومی برابر با مردان شمرده بشن، خیلی امر بعیدی بوده، به رغم اینکه جنبش‌های مثلا تساوی طلبانه وجود داشته، برابری طلبانه. اما مبارزه، حالا مبارزه منظورم اصلا جنبه خشونت نداره، یعنی منظورم تلاش‌هایی که صورت گرفته در جهت ترویج گفتمان‌های رقیب برابری طلبانه باعث شده که ما امروز حداقل به طور نظری این مسئله رو بهش باور داریم و در عمل هم در یک جنبه‌های خیلی تفاوت پیدا کنیم. همین مسئله درباره نژاد پرستی هم صادقه که کسی کمتر کسی در 1913 فکر میکرد که در دهه 60 میلادی جنبش حقوق مدنی را بیفته و اینطوری چهره اجتماعی آمریکا دگرگون بشه. یعنی این یه واقعیتی بود، یه گفتمانی بود مسلط، به چالش طلبیده شد، کشیده شد، به تدریج عقب رانده شده، ولی هنوز هم به طور کامل از بین نرفته. این نشون میده که طول میکشه که گفتمانها جای خودشون رو به طور کامل بدن به گفتمانهای رقیب یا جدید. ممنونم از توضیحاتی که دادید. اجازه بدید یک تنفسی بدیم و برگردیم این صحبت رو ادامه بدیم. بینندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به قسمت برنامه کوتاه توجه بکنید تا ما صحبتامون رو با دکتر عرفان ثابتی ادامه بدیم. بینندگان عزیز، با سپاسگزاری میکنم که با ما هستید. ما با آقای دکتر عرفان ثابتی درباره مفهوم واقعیت‌های اجتماعی، آیین بهائی و آفرینش واقعیتی جدید به گفتگو نشستیم. ایشون توضیحاتی دادن در قسمت اول درباره در واقع تاریخ برخورد مردم تا
در زمینه‌های مختلف با افکار جدیدی که ارائه میشه در زمینه علم اشاره کردند، مثلا در زمینه فیزیک و اینها. من می‌خواستم یه مطلبی رو مطرح کنم، حالا ببینم که نظر شما در این مورد چه هست. یکی از تعریف‌هایی که ما بتونیم از خود مسئله علم بکنی این هست که ما چه تأثیری روی به عنوان انسان روی واقعیت‌های اجتماعی داریم، روی واقعیت‌های مختلف از جمله واقعیت‌های اجتماعی. یعنی در واقع پیشرفت علم هم میتونه یکی از این برخوردهای ما باشه با اون چی که ما اون رو واقعیت اجتماعی در نظر میگیریم. و این واقعیت اجتماعی یک جنبه خب نسبی داره که فکر می‌کنم شما منظورتون این بود که بهش اشاره می‌کردید. اون چی که شاید چند دهه قبل به عنوان یک اصل مسلم در اجتماع پذیرفته شده بود یک چیز قراردادی بود. خیلی مسائلی رو که ما به عنوان حقیقت نگاه می‌کنیم، بعضی‌ها خب حقایق فیزیکی هستن، در دنیا می‌بینیم. کوه و دره و آب و بیابان و اینها رو خب ما می‌بینیم. بعضی مسائل دیگه جنبه قراردادی دارن، با وجودی که ما اینها رو شاید بر ضمیر ناخودآگاه یا ما هست و بهش فکر نمی‌کنیم، اما اینا جنبه قراردادی دارن. مثلا مرزها جنبه قراردادی دارن. مثلا پولی که در جیب شما هست یا ما داریم یه تیکه کاغذه، اما خب یه مملکتی آمده این رو به یه شکل خاصی چاپ کرده و قرارداد به وجود آمده و همه پذیرفتن که بله این معنیش اینه، اینقدر بهای این هست، ارزش این تیکه کاغذ این هست. اما یه تیکه کاغذی که رنگش و شکلش فرق میکنه اونو، یعنی اینها چیه؟ اینا واقعیت‌های اجتماعی هستن که ما اینها رو به این نحوی پذیرفتیم. حالا این قضیه میتونه ادامه پیدا بکنه و داره در زمینه‌های مختلف و حتی در زمینه باورها که خب ادیان از طرف خداوند، کسانی که معتقد به دین هستن معتقدن فرستاده شده، اما نحوه پیاده شدن و بعد نحوه رشد جوامع مذهبی تا یه حد زیادی شعائر و آداب و رسومشون یک نوع در واقع میتوان گفت وقایع اجتماعی هستن، یعنی واقعیت‌های اجتماعی هستن که ما اینها رو پذیرفتیم. و بنابراین اون چیزی که حقیقت تصور می‌کنیم یه جنبه نسبی داره. مثلا بردهداری زمانی جزء ادیان بوده، در کتب مقدس ادیان هم راجع به مسائل بردهداری صحبت شده. خب اما فکر نمی‌کنم هیچ دیانتی یا پیروان هیچ دینی امروزه لاقل علی الظاهر اینو قبول بکنند و بگن که بله بردهداری مثلا کار خوبی. برای این مثلا یک نمونه‌ای، برای ما در تماس با جامعه انسانی واقعیت‌ها رو تغییر میدیم و یه واقعیت‌های جدید اجتماعی در واقع به وجود میاریم. حالا همین قضیه روی مسائل دینی و اعتقادات دینی میتونه انعکاس داشته باشه و اثر داشته باشه. در فقه ادیان مثلا مسائلی که مطرح شده میتونه برای یک جنبه نسبیتی به خیلی از این قضایا میده. نمیدونم این با نقشی که شما برای گفتمان ها در ایجاد واقعیت ها در نظر داشتید، این رابطه شو شما چه جوری میبینید؟ بله همینطوری هست، یعنی که واقعیت های اجتماعی یک حالت متکامل یا تکامل یابنده دارند. همینطور که مثلا اگه ما امروز میگیم که کسی که ملیگرا باشه، منظور از ملیگرا یعنی کسی که هویت خودش رو در به عنوان مثلا آلمانی در تضاد و تقابل با هر آن کس که آلمانی نیست تعریف میکنه، نه اینکه خب هر کسی مثلا یک آلمانی به هر حال به کشور خودش علاقه داره و این علاقه خیلی هم چیز خوبیه، چیز کاملا طبیعیه، اما و یعنی به تعبیری وطن دوستی امر معقولیه و مطلوبیه، اما میهن پرستی، یعنی کار به پرستش که میکشه خطرناک میشه، چون در میهن پرستی اون وقت شما باید با دیگرانی که به میهن شما تعلق ندارد ستیز کنید. همین ولی حتی ملیگرایی در قرن 18 و 19 یک گفتمانی بوده که نسبت به گفتمانهای قبل از خودش که قبیله مدارانه و قوم گرایانه یا حتی منطقه گرایانه بوده، یک واقعیت اجتماعی بهتری و متکامل تری رو خلق کرده. پس اینکه ما امروز در قرن 21
یا مثلا از اواخر قرن بیستم به این نتیجه رسیدیم، نه که همه، یک عده از جمله باهائیان، که الان واقعیت اجتماعی باید شهروندی جهانی باشه، یعنی این آگاهی از شهروندی جهانی باشه، نافی این امر نیست که در قرن 18 و 19 هم ملیگرایی گفتمان مترقی بوده، کما اینکه ممکنه واقعا دو قرن دیگه نه شهروندی جهانی بلکه شهروندی سیاره‌ای به تعبیری که زیگموند با من ازش صحبت میکنه، یا یک آگاهی کهکشانی یا جهانی سیاره‌ای واقعیت اجتماعی مطلوب باشه و این شهروندی جهانی اون موقع تبدیل شده باشه به یک چیزی شبیه ملیگرایی که امروز هست نسبت به دو قرن گذشته. بنابراین واقعیت های اجتماعی یا گفتمان هایی که این واقعیت ها رو سعی میکنن بسازن و غالب بکنن در آگاهی بشری، اینها کاملا حالت ایستا ندارن و کاملا حالت تکامل یابنده و پیش رونده دارن. به همین علت هست که نمیشه از مطلق گرا بودن اینجا به قضیه نگاه کرد و صحبت کرد، باید یک دیدگاه نسبی رو پذیرفت و این همون چیزی که در آثار بهایی، مثلا در آثار حضرت ولی امرالله بهش توجه شده، که همه این مراحل پیشرفته یا تکامل اجتماعی هر کدوم برای زمان خودشون در حکم پیشرفت بودن، نسبت به مرحله یا مراحل بعدی خودشون هستن که اونها عقب مانده و مقایر با روح زمان تلقی میشن، نه در اون چارچوب زمان خودشون. بنابراین اگر که آیین بهائی امروز به دنبال آفرینش واقعیت جدیدی هست، این صرفا به این دلیله که دنیای امروز همون مسئله بحران هست به طبیعی، که اون گفتمانهای قدیمی، اون الگوهای فکر و عمل قدیمی، مثلا همون نجات پرستی یا ملیگرایی، نیاز پاسخگوی نیازهای امروز نیستن. امروز مثلا شما نگاه میکنید که و میبینید که دنیا با مشکل تروریسم روبرو هست، با بحرانهای بوم شناختی زیست محیطی مواجه هست، با اینکه سرمایه داری یه مهار افسار گسیخته و مهار نشده داره نابرابری ها رو دامن میزنه مواجه هست، با در ستیزه های قومی و ملی مواجه است، که اینها یه قرن پیش اصلا بعضیشون که اصلا وجود نداشته، مثلا تروریسم به این مفهوم نبوده یا خطر مثلا محیط زیست ما رو تهدید نمی کرده. خب این بحران های جدید رو دیگه نمیشه تو اون چارچوب ملی‌گرایی بهش جواب داد، چون بحران ها همه جهانی هستند، مشکلات جهانی هستند، پاسخ ملی نمیشه به اونها داد و باید به اونها پاسخ جهانی داد. بنابراین مجبور هستیم مثلا که به دنبال یک واقعیت اجتماعی جدیدی بریم، که این واقعیت اجتماعی چیزی نیست مگر این چیزی که بهاءالله خواسته، این هست که ایجاد آگاهی جدیدی آگاهی جدیدی به وجود بیاد، ایجاد بشه، به عنوان اینکه ما شهروند جهان هستیم دیگه، شهروند یک کشور خاص نیستیم، یا یک به یک قوم، قبیله، ملیت، نژاد، جنسیت یا حتی دین خاصی تعلق نداریم. ما هویتمون هویت به هم پیوسته و در هم تنیده و واحدی هست، و حالا میتونیم راجع به این بعداً بیشتر صحبت بکنیم. علاوه بر این مسئله واقعیت، واقعیت اجتماعی که شما بهش اشاره کردید، خب البته من اشاره هم کردم که واقعیت ها میتونن جنبه فیزیکی و جسمی داشته باشن، واقعیت های اجتماعی که مورد توافق انسان ها هستند، یا لاغر یه گروهی آمدن و روی مسائل توافق کردن، و این نکته و از این نظر روش میخوام تأکید بکنم که در بعضی از جوامع و فرهنگ ها که مردم به صورت مطلق به یک مسائلی نگاه میکنن و اون را حقیقت مطلق میدانند،
خیلی از این مطالب و مسائل در واقع نتیجه توافق هست و مطلقیتی درش نیست. همونطور که شما اشاره کردین جنبه اعتبار زمانی داره، یعنی در یه زمانی میتونه شاید خوب باشه، وقتی گذشته این سیر تکاملی اعتبار اون رو عوض کرده و خب امروز مورد قبول به اصطلاح یک عده‌ای نیست. خیلی مسائل، همین مسئله بردهداری، نحوه رفتار مثلا با زنها و اقلیت‌های نژادی و غیره اینها، و همینطور در مورد اعتقادات و باورهای مذهبی. حالا یک بعد دیگر این واقعیت اون بعد روحانی هست که پیروان ادیان معتقدند که اون چه که اراده الهی هست، اراده خداوند هست، به یک نحوی در عالم ظاهر میشه و یک در واقع بعد روحانی به این بعد جسمی و بعد اجتماعی اضافه میکنه. که برای مثال از نقطه نظر دیانت بهایی، یکی از هدفهایی که جامعه بهایی دنبال میکنه و در اون زمینه فعالیت میکنه این هست که اون چه که اراده الهی هست برای تمدن روحانی و انسانی چطور در جامعه باید پیاده بشه. این یک مسئله ایست که خب این هم در اثر گذشته زمان میتونه جنبه چی داشته باشه، اعتباری داشته باشه. این هست که شما اشاره کردید که ولی دیانت بهایی، کسی که بهایان میگوین شوق، حضرت شوقی ربانی، شون به مطلب اشاره کردن که حقایق جنبه اعتباری داره و بنابراین حتی در مورد مسئله ادیان هم این مطلب صحت داشته، در حالی که خیلی از پیروان ادیان به نحوه مطلق نگاه میکنن. اون مطلقیت درسته از اون جهت که به ذات الهی و به عالم الهی مربوطه، اما اون اراده الهی وقتی که در عالم جسمانی منعکس میشه، چون پیام الهی هدایت خداوند از طریق پیامبرانش و ادیان مطابق با شرایط زمان و استعداد انسان هست، بنابراین نمیتونه جنبه مطلق داشته باشه. همونطوری که بنابراین واقعیت‌های اجتماعی عوض میشن، حقیقت‌های دینی از نقطه نظر ارتباطشون با عالم جسمانی هم چه در حالت تغییر و تحول هستند و نمیتوان به صورت مطلق نگاه کرد و الا تبدیل به تحجر و تعصب میشه که بعد خشونت مذهبی و غیره ازش به وجود میاد. حالا فکر میکنم که وقت ما به انتها رسیده برای و ما اگه اجازه بدید ما این صحبت رو در نشست بعد با هم دنبال بکنیم. من از بینندگان عزیز خواهش بکنم که با ما باشند در یک نشست دیگری اگر موافق هستید. بله حتما. بینندگان عزیز، از شما دعوت میکنم که در نوبت دیگری با ما باشید. ما سعی خواهیم کرد در نشست بعد با آقای دکتر ثابتی باشیم و به دنباله این صحبت بپردازیم. تا نوبت دیگر شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. جان و روانتان خوش باد.